سلام بیننده های عزیز، به برنامه گفتگو با یک از تلویزیون یک خوش آمدید. در این برنامه ما از سفیر کشور شاهی نروژ آقای کورا آرس دعوت به عمل آوردیم تا در برنامه ما اشتراک کنند. ایشان بیشتر از 2 سال در افغانستان وظیفه اجرا کردند و قرار است تا 1 ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. مستارم بحث دارم. آقای سفیر، به تلویزیون یک خوش آمدید و تشکر از این که در برنامه اشتراک کردید. همچنان خوشنود هستم از ملاقات شما. شما قرار است که افغانستان را ترک کنید، ولی اجازه بدهید که سوال اول خود را مطرح کنم. شما افغانستان را چگونه یافتید؟ خب، در طول مدتی که من در افغانستان بودم این را دریافتم که افغانستان و جامعه جهانی با چالش‌های جدی در این کشور مواجه می‌باشند. ولی با وجود این همه چالش‌ها، من فکر می‌کنم که ما و جامعه جهانی در همکاری با دولت افغانستان در مسیر درستی در حال حرکت هستیم. شما گفتم می توانید که در حال حاضر به چه تعداد سربازان نروژی در افغانستان مصروف خدمت می باشند؟ در حال حاضر تقریبا 500 سرباز نروژی در افغانستان حضور دارند که اکثر این نیروها در ولایت فاریاب و بلخ مستقرند. آیا گاهی سربازان شما با طالبان و جنگجویان درگیر شدند؟ بله، بخش عمده وظیفه این نیروها کمک و همکاری با ارتش افغانستان در عملیات‌های مشترک در مبارزه علیه طالبان و شورشیان در افغانستان می باشد. با چه تعداد سربازان خود را در افغانستان از دست داده اید؟ ما تقریبا 9 سرباز خود را از دست داده ایم که بدبختانه 5 تن آنها در سال جاری در افغانستان جان باختند. 2 کشور در افغانستان در حال ترک کردن می باشند که عبارت از کانادا و هلند می باشد. هلند همین اکنون تعداد از سربازان خود را از افغانستان خارج کرده است و ظاهرا این کشورها تحت فشار افکار مردمشان قرار داشتند که افغانستان را ترک کنند. آیا نروژ در حال حاضر با همچو فشارها مواجه است که افغانستان را ترک کند؟ در حال حاضر من تصور نمی‌کنم که مردم نروژ خواهان خروج سربازان نروژی از افغانستان باشند، بلکه این را می‌خواهم واضح نمایم که خروج سربازان ما از افغانستان مطابق با چهارچوب جامعه جهانی و تعیین جدول زمانی معین ایالات متحده آمریکا صورت خواهد گرفت. خب، اگر دولت شما تحت فشار افکار عامه شان قرار گیرد که افغانستان را ترک کنند، آیا شما سربازان خود را از افغانستان خواهید کشید؟ خب، دولت نروژ همواره این را واضح نموده است که کاهش و یا خروج سربازان نروژی از افغانستان با توافق همپیمانان ما و دولت افغانستان صورت خواهد پذیرفت و دولت نروژ در این زمینه کدام تصمیم خاص اتخاذ نخواهد نمود. با چه تعداد از مردم نروژ با شما موافق هستند و با چه تعداد مردم نروژ حاضر هستند که سربازان و پسران خود را در افغانستان قربانی کنند؟ چیزی که من میخواهم با آن اشاره کنم این است که دولت نروژ متشکل از احزاب سیاسی و پارلمانی میباشند و آنها بر انجام ماموریت سربازان ما در افغانستان موافق هستند. به این ترتیب دولت نروژ از حمایت قوی احزاب سیاسی و پارلمانی برای حضور سربازانشان در افغانستان برخوردار میباشد. تقریبا 9 سال می شود که طالبان از قدرت کنار زده شدند. رئیس جمهور کرزای با کمک جامعه جهانی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. من می خواهم بدانم که نظر شما درباره مذاکرات صلح با دولت افغانستان و ادغام مجدد چیست؟ نظریه من در این مورد چنین است و تقریبا همه ما با آن موافق هستیم که بحران افغانستان تنها از طریق راه حل نظامی میسر نیست و این ناممکن است که شورشیان را از طریق نظامی شکست داد. در اینجا باید یک توافق سیاسی وجود داشته باشد. دولت افغانستان باید با مخالفان و طالبان از طریق گفتگو زمینه صلح را در افغانستان فراهم سازند. من از این مفکوره به صورت کامل حمایت میکنم. Tell us about the Norway contribution and
درباره سهم و مشارکت نروژ در قسمت بازسازی صحبت کنید و بگویید که در کدام صحاب بیشتر توجه صورت گرفته است. Construction and reconstruction. Let me first tell you that Afghanistan is the second biggest receiver of Norwegian development aid. اجازه دهید که بگویم افغانستان از جمله دومین کشور فقیر در جهان بعد از فلسطین می باشد که نیازمند کمک بیشتر می باشد و از کشور نروژ کمک به دست می آورد. آنچه که ما در افغانستان می خواهیم انجام می دهیم شامل سه بخش می باشد که عبارت از تعلیم و تربیه، حکومتداری خوب، رشد انکشافی می باشد و ما سعی می نماییم تا دولت افغانستان را در این سه بخش یاری نماییم و همچنان 20% این کمک ها را برای توسعه انکشافی ولایت فاریاب تخصیص دادیم. In order to help them achieving their aims and their priorities within these three specific sectors. And then we have also decided that approximately 20% of our development aid should be allocated to the Faria province, where we also have part of our military deployment in this country. بیننده های عزیز، این برنامه بعد از یک وقفه ادامه دارد.